دوستان و هموطنان عزیز در اجابت لطف و حسن زن بسیاری از دوستان به مناسبت انتخابات چهاردهم در دور دوم چند نکته کوتاه مهم رو تقدیم می کنم. من در دور اولین انتخابات مخالفتی آشکار داشتم برای دور دوم هم به علت دوری مسافت در این غربت موفق نخواهم بود اما با خطر پیش آمده و امکان تسلط یک فرقه افراطی خطرساز همچون همه شما نگران ایران عزیزم روی سخن من در این ساعت پایانی با هموطنان تحریمی و مرددین انتخابات است پاسخی ساده اما تفصیلی در فضایی غبارالود کسانی که رأی نمیدهند دو دستند دسته ای که رأی نمیدهند اما وزن غیبت خود را بر نظام حاکم تحمیل می کنند. و دسته ای که رأی نمیدهند و تنها قهر می کنند. تشخیص دسته اول ستودنی اما دسته دوم فرصت را از دست ندهند چون قهر آنها در شرایط پیش آمده فرصت سوزی است. کسانی هم که رأی می دهند دو دستند. کسانی که جسورانه پای رأی خود می و پس از رأی گریبان می گیرند و کسانی که به دلایلی ساده تمام رسالت خود را در همان یک برگ رأی می بینند و هر چند گرفتارند اما با سیاست نسبتی ندارند دسته اول خود دانند اما دسته دوم آن یک رأی را به خطر سازان ندهند و به مسعود پزشکیان اعتماد کنند عموم واجدان حق رأی در ایران بر حسب آرزوها و خواستها امروز دو دستن بخشی که به جمعیت خاکستری مشهور شدند مطالبات زیادی دارند اما برای هزینه مطالبات آمادگی ندارند اغلب دوست دارند ناظر صحنه بمانند و اگر نیازهای حیاتی تأمین شود به حاکمیت تکیه می کنند هرچند دل خوشی از نظام نداشته باشند اینها اگر به پزشکیان رأی بدهند بردن اما با پیروزی جلیلی حتما خواهند باخت چون به مطالبات حیاتی خود که نمیرسند هیچ همان آرامش ضروری را هم نخواهند داشت اما مطالبات بخش مهمی از جمعیت ایران تغییر نظام سیاسی یا دست کم تغییر قانون اساسی برای تبدیل هندسه قدرت و گذار از وضعیت موجود است مطالبات آرمانی و دشوار این دسته با انتخاب پزشکیان هم تأمین نمی شود چون او صادقانه بسیاری از احرام های لازم را برای تبدیل هندسه قدرت در اختیار ندارد پزشکیان طبعا یکی از مدیران همین نظام است و به طور مشخص امکانات تقنینی، قضایی، دیپلماتیک، اجتماعی را برای تضمین حقوق و آزادی های عمومی استاندارد در اختیار ندارد و از منافع ملی فقط در حدود تعریف قدرت حاکم میتواند دفاع کند آقای پزشکیان عنصر خطرسازی برای نظام سیاسی ایران نیست هرچند که میتواند در شرایط کنونی نامزد خواهان ایرانی به شما رود آن دست از ایرانیانی که به تغییرات نرم، کم خطر و امن حتی در چارچوب هندسه کنونی قدرت رضایت میدهند و می توانند با رأی به پزشکیان بر سر نیازهای حیاتی با حاکمیت چانه کنند بهتر است این فرصت را از دست ندهند اما پزشکیان یک مزیت قطعی دارد و آن کارنامه مجموعا قابل دفاع و اظهار آمادگی برای استعفا در صورت ناکامی است و این امر بی سابقه است که باید گریبان شرف او را گرفت بنابراین تعریف رأی دادن در این دور از انتخابات کیفی است یعنی اگر کسی به هر علتی نمیتواند وزن مطالبات خود را بر نظام تحمیل کند بهتر است این فرصت را از دست نداده و با یک رأی به مسعود پزشکیان در برابر نامزد مطلوب نظام حاکم یعنی سعید جلیلی بهیستد و اختیار و مطالبات خود را ولو اندک به نمایندگان تفکری خطرناک واگذار نکند اما اگر کسی جست جسارت و قدرت دارد وزن مطالبات خود را بر نظام تحمیل کند و رسالت شهروندی او محدود به صندوق رأی نیست در تحریم خود راه خطا نرفته هرچند که زمین بازی را تا شکفتن یک اراده ملی برای چند سال به نظام واگذار کرده و اخلاقا در مخاطرات کشور شریک شده است در نتیجه اگر حتی اندکی احتمال می دهید که رأی شما می تواند مانعی برای فساد و انحطاط بیشتر ایران شود از اعتماد به تنها راه و نزدیکترین نسبت با دو مفهوم عدالت و تغییر یعنی مسئول پزشکیان دریغ نکنید وگرنه قهر کردن هنر کسی است که می تواند با قهر خود طرف مقابل را تنبیه عملی و آثار آن را ولو نسبی تضمین کند